به نام خدا. سلام، امین وحدت هستم. خوش اومد به جلسه دوم از آموزش 0 تا 100 لوگاریتم. در جلسه اول با هم دیگه مفهوم لوگاریتم رو بررسی کردیم و گفتیم که چجوری میتونیم لوگاریتم تابعی رو پیدا کنیم. دامنه بردش رو گفتیم، چند تا لوگاریتم پایه هم نام بردیم و چند تا هم مثال براش زدیم. در ادامه با هم بررسی کردیم مقایسه دو به توان x و لوگاریتم x بر مبنای 2 رو. حالا در این جلسه میخوایم بریم سراغ قوانین لوگاریتم و حل چند تا مثال برای اون که با همدیگه قوانین لوگاریتم رو کامل یاد بگیریم که خیلی 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 مهم هستن برای ما. بریم در ادامه ویدیو با همراهی شما عزیزان قوانین لوگاریتم رو شروع کنیم. قبل از اینکه قوانین لوگاریتم رو شروع کنیم، بهتون پیشنهاد میکنم که در کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید که بتونید از مطالبی که منتشر میکنم استفاده کنید. همچنین در پیج اینستاگرام خودم هم میتونید عضو بشید. همچنین در آپارات هم این ویدیوها رو میذارم، اونجا میتونید ببینید. بریم که قوانین لوگاریتم رو شروع کنیم با قانون اول خودم. میگیم که لوگاریتم آ در مبنای آ، یعنی یه عبارتی جلوی لوگاریتم باشه، در پایه لوگاریتم هم همون باشه، میگیم که این برابر یک خواهد بود. پس لوگاریتم آ در مبنای آ برابر یک خواهد بود. یه مثال بزنم اینجا، میگیم که لوگاریتم 2 در مبنای 2 برابر یک خواهد بود، چرا که 2 به توان 2 برابر خواهد بود با 2. برای هم میگیم که لوگاریتم 2، یعنی اینجا جلوی لوگاریتم 2 هستش، پایه 2 هستش. میگه که این پایه به چه توانی رسیدی که جلوی لوگاریتم رو ساخته؟ مسلما 2 به توان 1 میشه 2. خب اینجا چرا من 2 نوشتم؟ این 1 هستش، ببخشید، این 1 هستش. 2 به توان 1 مساوی 2. بریم سراغ دومی. میگیم که لوگاریتم 1 در مبنای 10، یا هر چیزی جلوی لوگاریتم، هر چیزی باشه. بذارید این، حالا اینو x بنویسم من. لوگاریتم x در مبنای 10 رو، لوگاریتم x، ببخشید، لوگاریتم x در مبنای 10 رو ما همون لوگاریتم x نشون میدیم که منظورمون همون 10 هستش. پس ما وقتی میگیم لوگاریتم x و براش پایه‌ای تعیین نمی‌کنیم، منظورمون همون 10 هستش. اما اگه غیر 10 باشه باید بنویسیم، مثلا 2 باشه، 3 باشه، 5 باشه، باید پایه رو بنویسیم. اما لوگاریتم x همون، منظورمون لوگاریتم x در مبنای 10 هستش. اوکی؟ خب اینجا نکته ای رو باید بهتون بگم که وقتی میگیم که لوگاریتم 1 در مبنای 10 برابر چند هستش، این میگیم 0، چرا که 10 به توان 0 برای ما 1 رو میسازه. اصلا اینجا پای هر چیزی باشه، 1000 باشه، 2 باشه، 5 باشه، اگه جلوی لوگاریتم 1 شد، این برابر هستش با 0. اوکی، اینم از این نکتمون. بریم سراغ قانون سوم. میگیم که لوگاریتم آ ضرب در ب مساوی هستش با، میگیم اگه آ و ب هر دوتا مثبت باشند، یعنی آ و ب مثبت باشند، اون وقت میتونیم بنویسیم لوگاریتم آ، خب اینجا مبنا رو هم آ کوچیک بگیریم، لوگاریتم آ در مبنای آ به اضافه لوگاریتم ب در مبنای آ، میتونیم اینجوری بنویسیمش. یه مثال هم برای این بزنیم، مثلا لوگاریتم 2 ضرب در 3 مبنا رو هم 5 بگیریم، اینو می نویسیم لوگاریتم 2 در مبنای 5 به اضافه لوگاریتم 3 در مبنای 5. خیلی خیلی مهمه این برای ما بسیار حیاتی که ازش خیلی استفاده خواهیم کرد. بریم سراغ قانون سوم. اینا رو من قانونا رو نام میبرم دونه دونه، بعد مثال هاشو با هم دیگه حل خواهیم کرد، نگران نباشید.
حالا بریم سراغ لوگاریتم آ تقسیم بر بی، برابر هستش با بر مبنای آ. می نویسمش لوگاریتم آ در مبنای آ منهای لوگاریتم بی در مبنای آ، که شرطش هم باز اینه که آ و ب هر دوتا مثبت باشن، چرا که این جلوی لوگاریتم نباید منفی بشه. در دامنه و برد گفتیم که جلوی لوگاریتم نباید منفی بشه. اگر آ و ب هر دوتا منفی باشن، اینجا آ تقسیم بر ب درست مثبته، اما اینجا نمیتونه لوگ آ مثبت بشه. پس برای همین آ و ب هر دوتا باید مثبت باشه ما بتونیم اون رو بنویسیم. در اسلاید بعدی بریم سراغ قانون پنجم خودمون. قانون پنجم رو بگیم که وقتی میگیم که لوگاریتم عبارتی مثل آ توان بخوره، یعنی آ به توان n برسه، میگیم که این برابر هستش با n لوگاریتم توان رو میتونیم بیاریم بغل آ در مبنای آ. پس n به توان به n توان بود اومد کنار لوگاریتم، نوشتیم n لوگاریتم آ در مبنای آ. اما اگه اینجا قانون ششم، حالا اینجا اگه توان زوج باشه یا فرد باشه هم بهتون میگم که باید چی کار کنیم. اگه اینجا توان n ما عضو اعداد زوج که با i نشون میدیم باشد، اگر n عضو اعداد زوج ما باشد، اینو مینویسیم n لوگاریتم قدر مطلق a در مبنای a. اگر n عضو اعداد فرد ما باشد، او نماینده اعداد فرد، می نویسیم n لوگاریتم a در مبنای a و مشکلی براش نداریم. پس این دوتا رو هم به ذهنتون بسپارید. می خواستم بعدم میگم که همین الان بهتون گفتم. حالا قانون ششم، می نویسیم لوگاریتم a الان پایه به توان برسه، a به توانه، این موقع میگیم که یک انوم لوگاریتم آ در مبنای آ. همه اینها قابل اثبات هستن برای ما. حالا اینجا از تلفیق 5 و 6 بنویسیم که لوگاریتم آ به توان ان پایه ام آ به توان ام، اینو مینویسیم ان انوم لوگاریتم آ در مبنای آ. اوکی؟ پس این رو هم به خاطر بسپارید. بریم سراغ قانون هفتم خودمون. ببینید وقتی که ما میخوایم تغییر مبنایی رو انجام بدیم، اول مثالش رو بزنم اینجا، این رو با یه رنگ دیگه بنویسم که قاطی نشه. مثالش رو بزنیم اینجا، مثلا بنویسیم لوگاریتم 2 بر مبنای 5. اگه میخوایم تغییر مبنا بدیم، اینو مینویسم لوگاریتم 2 در مبنای 10 و لوگاریتم 5 در مبنای 10. ما به این صورت میتونیم تغییر مبنا انجام بدیم. پس قانونش اینجوری میشه که لوگاریتم آ در مبنای ب برابر هستش با لوگ آ لوگ ب. حالا من اگه مبناشو ننوشتم، همون منظورمون 10 هستش دیگه. گفتیم اگه مبنا رو ننویسیم، بهش میگیم که لوگاریتممون، پایه لوگاریتممون همون 10 هستش. اوکی، اینجا میخوام یه چیزی رو هم بهتون بگم با یه رنگ دیگه. ما عددی داریم به نام عدد نپر یا اویلر که با ای نشون میدیم و به تقریب برابر هستش با 2.7. وقتی که پایه لوگاریتم ما ای باشد، بهش میگیم لوگاریتم طبیعی، که من نمیخوام فلسفهش رو بهتون بگم چون یه سطح بالایی از سطح دبیرستان رو میطلبه. اما وقتی که لوگاریتم x در مبنای e باشه، بهش میگیم لوگاریتم طبیعی. فقط اینجا یه چیزی رو بهتون میگم که لوگاریتم e در مبنای e برابر 1 هستش.
حالا در جلسات بعدی این رو کاملتر بهتون خواهم گفت. پس این رو بهش میگیم لوگاریتم طبیعی. اونجا که پایه ما مثلا لوگاریتم x در مبنای 10 هستش، به این میگیم لوگاریتم اعشاری. پس این مبنا که 10 هستش لوگاریتم اعشاری هستش، این رو هم اینجا بنویسمش، این هم لوگاریتم طبیعی هستش. اوکی، بریم سراغ مثال های خودمون، از این بحث ها بگذریم. پس مثال اولمون رو بررسیش کنیم. یک هستش. خب این دست من خطا میره رو این قلم نوری. مثال یک، لوگاریتم 2 ضرب در 3. مثال دو، لوگاریتم 6/4. مثال سوم، لوگاریتم 3 به توان 3 در مبنای 9. اوکی، مثال چهارم، لوگاریتم 3 در مبنای 2. و مثال پنجم، لوگاریتم رادیکال 25 با فرجه 3 بنویسم. بریم اسلاید بعدی. مثال پنجم بود و حالا مثال ششم، لوگاریتم بنویسیم 49/7 در مبنای 17. و مثال آخرمون بنویسیم که لوگاریتم 25. مثال هفتم، لوگاریتم 25. میخوایم اینا رو با هم دیگه حلشون کنیم با استفاده از قوانینی که یاد گرفتیم. ببینید 2 مثبت هستش، 3 مثبت هستش. اینو می‌نویسیم لوگاریتم 2 به اضافه لوگاریتم 3. مبنا هم که 10 هستش دیگه. این رو هم به 6 مثبت 4 مثبت بنویسیم لوگاریتم 6 منهای لوگاریتم 4. از قوانین که گفتم استفاده کردیم. اینجا بنویسیم. ببینید اینو یکم دقت کنید، این لوگاریتم 3 به توان 3. اوکی، این پایه خودش 3 به توان 2 هستش. 9 به توان 9 همون 3 به توان 2 هستش. پس می نویسیم 3، این میشه 2 لوگاریتم 3 در مبنای 3. خب ببینید چقدر جالب، این لوگاریتم 3 در مبنای 3 رو می بینید، این که همون 1 هستش. گفتیم که لوگاریتم آ در مبنای آ برابر 1 هستش. اوکی، پس این در کل جوابش میشه 3/2. تلفیق 3 تا قانون رو داشتیم اینجا. ببینید جلوی لوگاریتم به توان رسیده بود، پایه لوگاریتم به توان رسیده بود و لوگاریتم آ در مبنای آ رو هم اینجا داشتیم. 3 در مبنای 3 که میشه 1، این هم میشه 3/2. جواب در کل 3/2. اینو میخوایم تغییر مبناش بدیم، می نویسیمش لوگاریتم 3 لوگاریتم 2. مبنا هم 10 هستش. پس این هم برای تغییر مبنا استفاده کردیم. این رو بنویسیم لوگاریتم رادیکال 25 با فرجه 3. دقت کنید من چیکار میکنم. اینو می نویسم لوگاریتم 5 به توان 2/3. به یاد داری که اینا رو چجوری می نوشتیم؟ لوگاریتم 5 به توان 2/3 همون، چرا نوشتم 2/3؟ ببینید 25، 25 همون 5 به توان 2 هستش. اوکی، من از حالت رادیکالی به صورت 2/3 کسری گویا نوشتم توانش رو. پس 5 به توان 2/3، مبنامون هم که 5 بود دیگه. اینجا من مبنا رو ننوشتم، بدونی که مبنا حالا اینجا من بزرگش کردم.
ببینید اینجا مبنای ما همون 5 هستش، یادم رفت بنویسم. پس مبنا هم 5 برابر میشه با 2/3 لوگاریتم 5 در مبنای 5، اینم که باز خودش 1 هستش برابر میشه با 2/3. اوکی بریم اسلاید بعدی. لوگاریتم 49 در مبنای 7، این رو بنویسیم لوگاریتمه. ببینید دقت کنید این همون 7 به توان 2 هستش، این همون 7/49 همون 7 به توان 2 هستش که میشه 2 تا لوگاریتم 7 در مبنای 7 برابر میشه با 2، چون این دوباره اینجا برای ما 1 میشه. این رو بنویسیم لوگاریتم 5 به توان 2 مساویه 2 تا لوگاریتم 5 در مبنای 10، مبنایمون همون 10 هستش. ببینید چی کار میکنم، مینویسم 2 تا لوگاریتم، از این روش هم میتونیم استفاده کنیم، 5 رو مینویسم 10/2 در مبنای 10، 5 رو مینویسم 10/2 که همون 5 هستش، این برابر میشه با 2 تا لوگاریتم 10 در مبنای 10 منهای لوگاریتم، از قانون کسریمون استفاده کردیم، لوگاریتم 2 در مبنای 10. اوکی این مساویه 2 در 1 منهای لوگاریتم 2 در مبنای 10 به تقریب 3 هستش، 3/10 هستش ببخشید، به تقریب 3/10 هستش. پس این میشه 1 منهای 3/10 برابر میشه با 7، اینجا میشه 7 ضرب در 2 که پشتش داره 1.4 رو به تقریب برای خودش میگیره. لوگاریتم 2 در مبنای 10 برابر 3/10 هستش. ببینید لوگاریتم 2 در مبنای 10، لوگاریتم 3، لوگاریتم 4، لوگاریتم 5، 6، لوگاریتم 7، لوگاریتم 8 و لوگاریتم 9 رو بهتره که حفظ باشید. در دروسی مثل شیمی و فیزیک خیلی به دردتون میخوره، حتی ریاضی هم خودش، اما در شیمی خیلی خیلی به دردتون میخوره در مبحث پی اچ ها و پی او هاش ها، در مبحث اسید ها و اسید های بازی و اینجور چیزا خیلی به دردتون میخوره، این مبحث پی او هاش و پی اچ که از مبحث لوگاریتم اونجا خیلی استفاده میکنیم، که اگه من شیمی رو هم تدریس کنم بهتون اونجا کامل خواهم گفت. اینم از مثال آخرمون که حل کردیم، امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید، با قوانین لوگاریتم آشنا شدیم. از جلسات بعدی میخوایم یواش یواش شروع کنیم مباحث پیشرفته تری رو از بحث لوگاریتم و ترکیب هایی از سوالات لوگاریتم که چجوری میتونیم اونا رو حلشون کنیم، که گاهن پای مثلثات هم وسط قوانین ما باز میشن و در اواخر هم میدیم سراغ حد گرفتن از لوگاریتم ها، که مخصوص دانش آموزان و دانشجویانی هستش که حد رو هم بلد نیستن، اگر بلد هستن، اگر بلد نیستن من لینکش رو براشون این پایین میذارم از آموزش حد و پیوستگی و مشتق که میتونن برن استفاده کنن. امیدوارم که در کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید، نظرت خودتونم درباره کانال من و آموزشاتی که میذارم برام بنویسید تا در بهبود کیفیت ویدیوها از اونها استفاده کنم. پاورپوینت و اسلاید هایی که براتون اینجا تدریس میکنم رو هم بعدن لینکش رو این پایین براتون میذارم، در سایت خودم هم خواهم گذاشت، میتونید برید از اونجا دانلود کنید و رایگان از این پی دی اف ها و پاورپوینت ها هم استفاده کنید. تا جلسات بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، خدایا رو نگهدارتون.